دوربین، صدا، تصویر، حرکت. سلام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم سالم و سلامت باشین، حال دلتون خوب باشه، همه چیز بر وفق مرادتون باشه. اگر دارین شب اینو نگاه میکنین شبتون خوش، اگر دارین در روز نگاه میکنین روزتون خوش. چند وقتی بود ولاگ اینجوری نذاشته بودم که هم در حین اینکه دارم رانندگی میکنم برم یه سری وسایل مورد نیاز رو تهیه کنم، هم اینکه یه مقدار این ولاگ متفاوته چون یه سری کارها قرار روی خونه انجام بشه با وجود اینکه خونه نوسازه، ولی خب یه سری هنوز تغییر تحولات آدم میخواد انجام بده و گفتم با شما دوستان عزیز در میون بذارم، چون علاقه من بودین، یه نظرسنجی کردم علاقه من بودین. دو تا پروژه داریم و یه دونش که میدونم خودمون باید انجام بدیم، اون یکی هم منتظرم، ولی هر جوری که بشه سعی میکنیم در هر کدومش در سه قسمت باشه، یعنی میشه 6 قسمت، هر پروژه میشه 3 قسمت. عرضم به حضور مبارک شما دوستان عزیز، بعضی موقع میدونم شاید یه مقدار سخت حالا به خاطر شرایط اینترنت یا حالا وی پی ان و کلا اینجور چیزا یه مقدار شاید یوتیوب سخته، مونتا یه دلیلی که من کلا این حرکت رو شروع کردم احساس کنم کلا کلاس یوتیوب، کلاس افرادی که میان تو یوتیوب خوشبختانه خیلی با کلاس ترم و اصلا ویدیو کسایی که میان یوتیوب از یوتیوب استفاده میکنن اصلا سیستم فکرشون یه جوری دیگه است، یعنی از لحاظ اینکه خاله زنک بازی باشه و خاله خان باجی بازی و بالاخره آدمای هستن که دنبال یه چیزی هستن، حالا دنبال یادگیری ان یا حالا سرگرم شدن، خیلی فرق می‌کنه محیطش با اینستاگرام. و اینکه خب من در این مدتی که این کارو شروع کردم دوستان زیادی پیدا کردم، همین دورا دور و کلی چیزا از هم یاد گرفتیم، با هم در اشتراک گذاشتیم و از این بابت خیلی خوشحالم. حالا چیزایی که یاد گرفتیم، چیزایی که دارم من درباره آمریکا بهتون میگم، میدونم بعضی موقع شاید یه مقدار طولانیه، مونتا من مجبورم کلا اینجوری هم که دوستام اون چیزای ریزی هم که خودم تجربه کردم و باهاتون در میون بذارم. میدونم بعضی موقع شاید طولانی میشه، ولی این به اگه میخوایم واقعا موضوع رو بفهمیم باید این ریز چیزا رو هم متوجه بشیم. حالا بریم سر اصل مطلب. ما اوایل که اومدیم این خونه و حصار گذاشتیم و اینجور چیزا، قرار بود یه دونه از این به اصطلاح میگه مثلا منقل روی زمین، یا حالا به انگلیسی میگن فایر پیت، یا مثلا میگن منقل زمینی یا مشعل زمینی، چیزهای مختلفی، یعنی که مثلا یه چیز گرد مانند یا تو ذهنتون تصور کنید که مثلا با آجر ساخته شده روی زمینه و مثلا آتش بازی میکنین و بالاخره یه سیب زمینی توش میذارین و یه به اصطلاح چایی زغالی و اینا. آقا اینایی که داشتن حصار میکشیدن چون آدمای فنی بودن و اینا و ما یه مقدار سرمون اون اول خیلی شلوغ بود، گفتیم که آقا یه زحمت بکشی اینم درست کن، یا این یه اونایی که حالا دیدین ویدیوی حیات و اینا رو، گفتیم اون قسمت هم دوباره یه حصار کشی بشه که بیشتر مثلا سبزیجات و اینا بکاریم. گفت آره اینو. گفتم خب چقدر مثلا فکر کنی هزینه داشته باشه اینا؟ آقا اینم خب خونه رو نگاه کرد و اینا، یه قیمتی باد شکمی انداخ رفت خونه و گفت من حساب کتاب کردم 2000 دلار. 2000 دلار اصلا از ذهن به دوره. و دازه دوستان ما گفته بودیم مثلا چیزایی هم که میخواین و ما خودمون سفارش میدیم، فقط شما بیان اینا رو مثلا کاراشو انجام بدین و اینا. خود راستی گفتم دمت گم آقا ممنون، 2000 دلار ما این کار رو نمیخواییم و اینا، اصلا نمیخواد دمت گم. شاید 3 ساعت بیشتر نزدیک به 900 دلار، یعنی 1100 دلار زد رو قیمت. گفتم آقا نمیخوام. کسی که دوستان از 2000 دلار یه دفعه میرسونه به 900 دلار، مطمئن باشین همون 900 هم داره میندازه. یه چیزی درباره کلا حالا با ایران کاری ندارم، درباره امریکا بهتون میگم، همینقدر که اینجا سرزمین فرصت هاست، خیلی چیز خوبی داره، اینم به یاد داشته باشین به لیست اضافه کنین، سرزمین مذاکرات هم هست. اوه این دیروز بارون اومده، یه دونه چیز اینجا کجکی شده، نشونتون بدم ببینین چی شده. اوه 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 خیلی بد شده، یه ماشینی چپه کرده، ایشالله که رانندش آسیب ندیده باشه و راه رو بستن و دیگه. خب سرزمین مذاکرات هم هست. یعنی چی؟ یعنی این که چرا دارم میگم سرزمین مذاکرات؟ دوستان مایی که مهاجرت کردیم، ایرانی، افغانی،
افغان، هر جایی که هستین، هر قشری که هستین که مهاجرت کردین، مثل کشوری مثل آمریکا که سرزمین فرصت هست و شما میتونین به رویاتون برسین، همون قدم سرزمین مذاکرات هست. مایی که تو ایران بالاخره زندگی کردیم، پوسکلوف شدیم، نذاشتیم کسی رو سوار بشه اینا دیگه، اینجا این همه ما سختی کشیدیم که برسیم به اینجا، حالا اینجا هم سوارمون بشن، خیلی افت داره برای ما. و اینکه باید یاد بگیرین، نه اینکه بخواین درگیر بشیم و اینجور چیزا، مذاکره کردن و دوستان من شاید اون اوایل که اومده بودم یه مقدار مثلا خجالتی بودم، احساس میکردم که اگه مثلا طرف یه چیزی میگه من بهش بگم مثلا مذاکره ای، مثلا مخصوصا قیمت دادن و اینا، بهش بگم نه بیکلاسیه، گدابازیه، و یارو میگه وا این چه آدم چیپیه. در صورت که اصلا اینجوری نیست، این داره به شما نشون میده که شما برای خودتون ارزش قائلین، آدم احمقی نیستین که هر کی هر چی بگه اوره حتما. حالا من یه چی هم میخوام بگم، ما یه رگ اصفهانی هم داریم، یعنی از طرف مادری اصفهانی، از طرف خانواده پدر مادر بزرگم، یعنی مادر پدرم ترک تبریزه. و یه چیزی که شاید خیلی از دوستان ندونن، ترکا و اصفهانی، حالا مخصوصا حالا ترکا هم اینجوری هم، برخلاف اون ترکا خیلی از لحاظ اقتصادی فوق‌العاده‌ن، یعنی حالا مثلا تو تهران، خب ما خیلی مثلا من خودم اصالتا شیرازی هم، ولی خب کلن تهران و ترکا میچرخونن، ترکا مثلا حالا مثلا ترکا میچرخونن، چون از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اینکه بیزنس رو چجوری بچرخونن، کارشون خیلی درسته. برخلاف اونی هم که شاید بگن خیلی اسپانیا مثلا گدان و اینا، که اینجوری نیست، من خودم مثلا مادر بزرگم اینا، نه که چون مادر بزرگ یا پدر بزرگم هستم، ولی حسابگر بودن با گدا بودن خیلی فرق می‌کنه. اینکه طرف یه چیزی بگه همون موقع شما تئوری اشکال نداره اینا، یه مقدار زور میاد به آدم. خلاصه ما چیکار کردیم؟ اینا همه حرفا رو گفتم، یعنی بگم من از اقلیم ها و قوم های مختلف ترکیب شدم. حالا یکی بخواد با آدم اینجور حرف زور بگه، خیلی ببخشید، بخواد با آدم بندازه همینجور هوایی، خب با آدم فشار میاد. ما با این آدم موافقت نکردیم و خودمون آجر و اینا رو همه رو سفارش دادیم، سیمان رو سفارش دادیم، خودمون اون آتشکده رو، مشعل و هر چیزی که میخواین، آتشکده شاید قشنگتر باشه، اونو خودمون، من و همسرم شروع کردیم درست کردم و خیلی هم اتفاقا قشنگ شد. حالا تو ویدیوهایی که درباره مثلا حیاتو نشون دادم و اینا، خیلی نشون دادم اون آتشکده رو، خیلی قشنگ در اومد. عرضم به حضور مبارکتون که گذشت، خودمونم قسمت اون سبزیجات و اینا رو خودمون حصار کشی کردیم، اونم خیلی شیک و مرتب در اومد. حالا رسیدیم به قضیه چمن. قضیه چمن هم دیروز یه زن و شوهری اومدن، و حالا چمنه کلن چقدره؟ مثلا اندازهی که میخواییم اون کار انجام بدیم، شاید مثلا چند هزار متر مربع، زیاد نیست، یعنی خیلی خیلی زیاد نیست، فقط قسمت جلوی خونمونه. این زن و شوهر اومدن و نمیدونم دست زدن به خاک و ادا و اصولا و اینا. همسرم هم گفت ما دنبال چیز مثلا دور از ذهن نیستیم، فقط میخواییم که مقدار این زمین اینجا جون بگیره. آره آره حتما. حالا کلن کاری که باید انجام بدن چیه؟ عزیزان که وارد نیستن، یه دستگاهی هستن که اینجور زمین رو سوراخ سوراخ میکنه و یه مقدار هم میزنه که اون خاک هم بخوره و آب نفوذ پیدا کنه. خب من خیلی تحقیق کردم، یه سالهاست دارم در این باره تحقیق کنم که چجوری آدم زمین بهتری داشته باشه، چمن بهتری و اینا، البته جسد به کشاورزان عزیز نباشه. خلاصه ولی خب به خاطر اینکه خودمون به کارهای دیگه همون برسیم، گفتیم یه آدمی که کارش هم همینه و اینا، آدم پولشو میده، از وقتش بهینه تر استفاده میکنه. دیروز اومده، قرار بود زمین رو سوراخ کنن و یه خاک مرغوب و خوب بریزن و به اصطلاح بذر چمن بریزن. امروز صبح مسیج داره میگه 2200. گفتم باشه دمت گرم. گفتم حالا که اینجوری شد، این قیمت چرتو دارین میندازین؟ گفتم ممنون. حالا دارم میرم یه اون وسیله رو بخرم، اون وسیله‌ای که داره به اصطلاح زمینو قشنگ میکوبه و حاصل خیز میکنه، که قیمتش گفتم 150 دلاره. یعنی با حساب کتاب که ما کردیم حدود 1300 تا 1400 دلار داریم تو جیب خودمون میذاریم. حالا درسته وقتم قراره بذارم، ولی مگه شما چقدر میخوای وقت بذاری؟ میخوای همشو با دستگاه میخواد انجام بده؟ هیچ کار دستی قرار نیست انجام بده. میخوام بهتون چی بگم، حالا رفتم اون فروشگاه بهتون نشون میدم، قرار برم فروشگاه هوم دیپو
از اونجا اون قسمتی که میخوام این کار انجام بدم فیلمم میگیرم که ببینین. تمام مغازه نمیشه فیلم گرفت به خاطر که هم مغازه بسیار بزرگه، الان هم وقتش رو ندارم. انشالله یه بار جدا کنه از اون مغازه حتما فیلم میگیرم. دوستان که بهتون میگم باید بتونین مذاکره کنین، حتی مثلا با مثلا ماشین گرفتن هم همین جوریه. برای یکی قرار بود ما ماشین بگیریم مثلا ماهیانه بسا اقساطش و اینا، کسی که مثلا اعتبارش خیلی خوب بود، سالها اینجا زندگی کرده و اینا، آقا این یارو میخواست بهش قیمت هوایی بندازه. چجوری بهتون بگم؟ مثلا فکر کنین که بهش گفتیم حالا قیمت ماشین چقدر بود، قیمت ماشین مثلا 50,000 دلار بود، خب این میخواست یه قیمتی انداخت اصلا دور از تصور. حالا منه که مثلا عشق ماشینم، ماشینا رو میشناسم و میدونم قیمتا چیه و اینا، مثلا اینجا که دسترسی به اینترنت و اینا به اصطلاح مقایسه کردنم هست. یارو یه دفعه گفت چقدر؟ 800 خورده. تا گفت من گفتم آقا دست در نکنه و اصلا واقعا منصرف شدم، نمیخواستم این کارو انجام بدم. یه نیم ساعت بعد پیام داد چقدر براتون؟ گفتم دوست از این اصلا از تصور آدم به دور، من 800 دلار واسه اون ماشین و اینجور اصلا قرار نیست همچین پولی اصلا چجوری تو حساب کرده؟ بعد گفت چقدر تو در نظره؟ گفتم واسه این ماشین مثلا با بیانه 3000 من بیشتر از 580 نمیدم. این حالا طرز فکر منه، طرز حساب کردن منه، حالا شما هم دلیل نیست خوشت بیاد. بعد گفت یه ذره صحبت کردیم و چجوری حساب کرد؟ گفتم آقا قیمت ماشین اینه، شما درسته باید یه سودی هم خودت روش بکشی، ولی دیگه شهر ارد که نیست که، و بچه شیراز خواست چیکار کنه؟ خلاصه عرضم به حضورتون، گفت اگه من با 580 ردیف کنم امروز میایم براشون. گفتم آره چرا که نه. دوستان اووردش به 580، یعنی ما حدود 300 خورده دلار در ماهیانه برای دوستمون تونستیم این تخفیف رو بگیریم. یعنی میخوام بهتون بگم دوستان فقط فکر نکنین ایران اینجوری، اینجا هم اینجوریه، یعنی حواستون نباشه میچپونن لذتشو ببره. یه حرکت دیگه هم که من اصلا تو ساختمون سازی و کلا ساخت و ساز و اینا خیلی میبینین و اینا، همین حرکت به اصطلاح مقایسه کردن. یعنی شما میتونین 10 نفر بیان بهتون قیمت بدن و اونی که اندازه بودجهتونه میتونین انتخاب کنین و هیچ اصراری نیست که یکی بیاد بگه مثلا بگین زشت اگه انتخاب نه. نه شما دارین یه پولی میدین، میخواین یه چیزی باشه که راضی باشه. دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم و این قسمت خریده و بهتون نشون بدم کلا وضعیت چمن ما چجوریه و برسیم به کار و زندگیمون. ممنون. خب دوستان عزیز، داخل مغازه یا فروشگاه سر و صدا خیلی زیاد بود، نشد فیلم بگیرم. یه دونه این دستگاه رو گرفتیم که بعد روش دوتا سیمان بلوک سیمانی بذارین، دوتا از اونها گرفتم، یکی همون اینجاست میبینیم و اینکه کلن اینا همش رو هم شد 177 دلار و حالا ایشالا خاکم که سفارش دادم اونم قیمتشو براتون میگم. فکر نکنم بیشتر از 600 دلار بشه، پس تا اینجا شد کمتر از 800 دلار، یعنی تا الان چیزی حدود 1400 دلار تو جیبمون گذاشتیم. خب دوستان عزیز، خرید اولیه رو انجام دادم، رفتم اون دستگاه رو گرفتم. البته نوعای متفاوتی داره، یه مدلش هست میشینن روش مثلا اینجور زمین رو میکوبه سوراخ سوراخ میکنه، مدلای مختلفیه. این مدل خوبیه، کارش انجام میده. حالا اون سیمانای بلوکای سیمانای بلاکی آخه اینجا میگن سمنت بلاک و اینا، این ترجمه کردم فارسی هم خیلی کم اشتباه کردم. این بلوکای سیمانی هم که میذارن روشون سنگینی میذاره و باعث میشه که این چیزای فلزی و اینا. دوستان حالا چیزی که روش نوشته، حالا بازم میکنم ببینین، نوشته که سه بعدیه، پس اینجوری یه چیز باریکی نیست که خمم بشه خراب بشه زود و اینا. حالا باید برم احتمالاً این باید باز بشه، دیده شود، پسندیده شود، فکر کنم یه سری نصب شدن و اینجور چیزا داره، بعد میبندیمش به اون تراکتور چمنزنی که دارم و کارمون رو انجام میدیم. الان که دما تقریبا 40-42 درجه است، احتمالا عصر اون کار رو بخوام انجام بدم که با کار خودم برسم. بعد از اون مرحله، خب مرحله هم فیلم برداری میکنم، ولی چیز مهم که هست چون الان این ویدیو قیمت ها اینا هست، زمانی که اون تموم بشه خاکم باید سفارش بدیم. قیمت اون خاک هم میگم چیزی که ما دیدیم و حساب کتاب کردیم فکر کنم میشه 600 دلار، پس در مجموع هنوز کل خرجمون زیر 800 دلار شده. شما ببینین
خودتون کار رو انجام بدین، خودتون جنس رو بگیرین، نزدیک 1400 تا اینجا گذاشتیم تو جیبمون. اینه، یعنی ببینین یه چیز دیگه، حالا بجز مذاکرات و اینجور چیزا، اینقدر راحت شما یه لحظه میتونین گوگل بزنین و آمازون و اینجور چیزا، مقایسات رو انجام بدین، ببینین برای خودتون کدوم با صرفه تر. حالا اینایی که ناله میکنم آمریکا خوب نیست، آمریکا بده، نمیتونیم بریم با رئیستون مثلا نون بربری بگیرین و پنیر لیغوان و اینا، این احمقای ساندیس خورین که این حرفا رو میزنن. شما ببینین تا طرف بهم گفته 2200، من سری بررسی کردم، خب دستگاه شران اینقدره، 2 دقیقه طول نکشته، لباس پوشیدم اومدم دستگاه رو گرفتم و خیلی راحت چیک و مجلسی. حالا اونی هم که میخواد بگه نون بربری نمیتونم برم با ساب کارشون، والا تو ایرانش هم آدم کمتر کسی الان میره نون بربری میگیره میره با ساب کارش با پنیر لیق با میخوره. خب بالاخره بیمارن دیگه، ناله کردن و دوستن که میگم اینجا سرزمین فرصت است، هر چیزی از شیر مرغ تا جون آدمی زاده است. اومدم این حالا این فروشگاه هوم دیپو که ابزار و وسایل ساختمانی و گلخونه همه اینا رو میفروشه، 1000 نمونه داشته. اون چیزی که احساس کردم به سلیقه من نزدیکتر، به بودجه من نزدیکتر گرفتم، الان میام کارم انجام میدم، شیک و مجلسی. تا بعد.